توی این قسمت از سفرمون به مرکز شهر کوپنهاگ میریم. کوپنهاگ پایتخت دانمارک و بزرگترین شهر این کشوره. این شهر شلوغ‌ترین فرودگاه رو در خود جای داده. امروزه کوپنهاگ در حمل و نقل، طراحی، معماری، گردشگری و فناوری یک رهبر جهانیه و شهروندان آن از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. خب اینجا فرودگاه شهر کوپنهاگ و ما به سمت داخل شهر داریم میریم، یه دوری بگانیم ببینیم که به چه شکلیه و بسیار جای مرتب، قانونمند، هوای خیلی لطیف مثل بقیه اروپا. اینجا هم از تمیزی محیط زیست و قوانین عالی هستش. با کم اثری از ماشین من تو خیابون نمیبینم، خیلی تک و توک و قطار و مترو اینها فرابون در تکی به همه نقاط شهر هستش. بریم ها گزارش های بعدی داخل شهر. مدرسه بچه های ما بودیم، یکی از مدارس جدیدترین مدرسه دانمار بود از لحاظ ساخت و 9 طبقه است. خیلی ساختمون اینتلیجنتی، هر طبقهش نورش شبا هر تغییر پیدا میکنه تا صبح یه چیز هنریه تغییر و بعد کلاس ها اینجور که میبینید شیشه ها ویو داره به طرف دریا. خیلی باصفاست، تمام کلاس ها اینجوریه. این دلیل خلوتی خیابون چیه؟ امروز یک شنبه است، بله، روز تعطیلیه بود، تعطیلن و همه رفتن در بسیار عالی. اینجا منطقه نرسلیک فرودگاه، اسم این منطقه ایاستد. ایاستد، بله، اینجا ایاستد و محله خیلی خوبیه. ما اینجا 10-11 سال اینجا بود خونمون، الان نشون میدم ساختمون و دلیلش هم میگم چرا. این متروه، اونم او مترو بالا میره، بله، مترو بالا میره، اونم دبیرستانه بغل دست این مدرسه و بیشتر شرکت های چند ملیتی اینجا دفتر دارن و دارن. اینجا یه پارکی داره مثل این سنترال پارک نیویورک که خیلی پارک با صفایی، توش چند تا مجسمه خاص هست، چند تا محل بازی خاص هست، یه پارک ترافیک داره که بچه های کوچیک اونجا با دوچرخه یاد بگیرن قوانین رانندگی. خونه قبلی ما این ساختمون بود شماره 55 و توسعه‌اش بود، بله. این ساختمون بیرگ، این ساختمون اسمش هست بیرگ. ما طبقه پنجم اینجا زندگی میکردیم. اینو ببینید اگر دقت کنی، بیرگ یعنی کوه. بیرگ یعنی کوه. فرمش و تماتیکش کوهستانه. روشن ببینید این منظره اورست که روی این فاسادش کار کنید. بعد این مثل ماسوله تو ایران، روستای ماسوله سخت میشه، بله، پشتمون ساخته شده، بعد پله‌ای ساخته شده، بله. بعد نصف ساختمون پارکینگه که الان ما اگر بریم تو، بعد پله 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 ساختمون هست. هر طبقه چه معماری قشنگی، بله. این ساختمون آرشیتکتش اون بیارک انگلس معروفه، بله، که الان ببخشید الان تو نیویورک دفتری داره به نام بیگ بیارک انگلس گروپ که سمیتسونیان تو واشنگتن و رستورش رو دادن به اون. بله، چه خیلی اونجا یکی از آرشیتکت‌های هیپ آمریکا سلام، بله. ولی این رو و این دو ستا رو ایشون ساخته، وی ام بیرگ. اون ساختمون شبیه وی انگلیسی، بله. این شبیه ام فرمش و این هم که کوه، بله. و تا مثلا این آسانسور این ساختمون بیر مثل تلسکی 45 درجه شیب میره بالا. مثل پای برج ایفل مثلا، بله. الان بهتون نشون میدم، این اگه دقت کنید اینطوری داره میره بالا، آسانسور این پایینه، 45 درجه، بله. یه چیز شیشه‌ای شیب میره بالا، درست. و خب یکی از موزلاتی که این برای ما داشت که از اینجا اسباب کشی کردیم، چون خیلی مرکزی بود، خیلی خونه مناسبی بود، ولی یه چیز هست که خب خونه ای رو حالا با هر قیمتی تهیه کنی بری توش زندگی کنی، بله. ولی به اینجا ختم نمیشه، میگن که چون این محله گرونیه مالیات مسکنش میشه یه دفعه 6 برابر محله دیگه. و خب و پارکینگ یکی از مشکلات، چون پارکینگش خیلی گرونه، من برای هم موتور و هم ماشین باید ماهانه یه پول برای پارکینگ می‌دادم. بله، بسیار عالی، بله.
خیلی ولی خلوت شهر بره. من شنبه اینجوره، ولی خب من اونجا به خاطر قطعه های آیفلی که من دیدم که دایم مردم بیان بیرون، ولی مرکز شهر کافه ها شلوغ میشه، مثلا روزهای ویکند شهر اصلا کافتری هاست دوست داشتیم میتونیم بریم بشینیم قهوه بخوریم. پس این هتلی که میگی به شکل وی ساخته، بله، به خاطر اینکه بیشترین ویو رو بتونن از پنجره ها بگیرن. بله. خیلی عالی. بعد گفتید که یه کارخونه بازیافت زباله رو برداشتن برق داشتید میکنن. برق تولید میکنن. آرشیتکتش هم این آقای بیاک انگلس مشهوره که جوونه. بله. 38 سالشه. ولی یکی از نوابق بود. این ساختمونی که الان بهتون نشون دادم سال 2005 به عنوان بهترین ساختمان دنیا جایزه آرشیتکت. جدی؟ 2005 بله. اون ساختمان سیاه میشه تلویزیون ملی دانمارک. بله، البته اون قسمت سیاهش ارکستر سمفونیکه، ولی بغلیش ساختمان دیارنا. قاعده افتتیحیه راننده است، متروی از راه دور کنترل. آها، متروی بدون راننده. بله، مسافر میشینه پشت شیشه جلو. بله بله بله، روبات بر اینم نمادهای آجوری رو به عنوان ببین دیار وان کلن اینجا هم مثل بقیه جاهای اروپا خبری از استفاده ماشین مثل آمریکا و اینا نیست و مردم بیشتر در مرکب سر از دو چرخه استفاده میکنن. این ساختمون انبار لباسه، انبار لباس، انبار یونیفورم. بعد عرض به حضورتون که دانشگاه کوپنهاگ اینجا سمت راست، از اینجا تا آخرش تمام ساختمون ها ساختمون دانشگاه قسمت شهرشناسیه که قسمت ایران شناسی هم اینجاست. تا آقای دکتر جناب پروفسور دکتر بهمن سالها اینجا سمت داشت، رئیس این قسمت بوده. الان هم اونجا یک انجمن ایران و دانمارک هست که سال 1977 تأسیس شده و هنوز 77 یعنی یک سال قبل انقلاب. بله و هنوز این انجمن فعال، ما برنامه میگذاریم، برنامه آکادمیک میگذاریم. بله بله، من رئیسش هستم و در افتخار عضویت در هیئت مدیره این انجمن رو دارم. بله، عضو افتخارات دانمارک برای ما. بله بله، همینطور هم هست. بله. این بنزینی قدر 18.39 یعنی لیتری یعنی 1.5 دلار بیشتر، 2.5 دلار، 2.5 دلار، 2.5 دلار لیتری. یعنی گالونش 9 دلار هم بیشتر میشه. اون چیگاه حلقونی مخروطی به شکل کلیفای بابل گفتید. بله، که میشه رفت و بالا و عرض و حضور شما شود که دیگه این پول به جزیره اصلی دانمارک. پس اینجا هم مثل سوئد مجمع الجزایره، هر شهر از جزیره های کوچولو کوچولو تشکیل شده. و این پل معلقه، اینجور که میبینید کشتی بزرگ بیاد میتونه بیاد بالا. و اون پل پیاده رو هم مال دوچرخه میره کنار. جمع میره. اوه، میره کنار. میشه اونم بعد. آه، اینی کشو میره عقب. دقت کنید اگر اون سیستم پل هایی که ساختن برای پیاده روی کنار دریا، بله بله، میشه اونور ساحل مسکونی ساختن، میشه تو کانال. بله. شنا کرد و الان میرسیم، داریم میرسیم درست مرکز کوپنهاگ. بله. یه چند لحظه بعد میرسیم به ساختمان شهرداری در میدان اصلی دانمارک. اینجا موزه کارلسبرگ، کارلسبرگ همونیه که آبجوی کارلسبرگ رو ساخته. آه. یک موزه مجسمه های آنتیک از ایران و روم و این داره که این در اینجا جمع شده به نام گلوپتوتک. این مشهور خیلی در دنیا چون مجسمه های بسیار بسیار نایاب و حتی مجسمه های مصری، اوبلیکس های مصری. آه. و فرعون های مصری بعضیش تو تابوت اینجا هستن. عجب. خیلی موزه موزمیه که این رو این صاحب این آبجو سازی هدیه کرده به ملت. بله بله، کارش به پیل دوتیک. اینم فلمن
رامن این یه رستورانه که با چیز با فلیم با شعله با شعله با زغالی زغالی کباب بعد ساختمون رو بعد یه کلوب تو تیک اونجا که میدید برج داره تیولیه. تیولی قدیمی ترین امیوزمنت پارک جهانه، یعنی پارکی که بری مثل شهر بازی. آها آها. قدیمی ترین واقع پارک جهان کمرشیال جهانه. آها. اینجایی که بری سواری یه چیزی بشی از اینجا شروع شد به این اینداستری به دنیا رفت. خیلی همونجوری تاریخی نگهش داشتن. بعضی این چیزهای بازی هنوز با سبک قدیم، مثلا بعضیش مثل ساختمان هندیه، بعضی ساختمان چینیه. آها. تیولی مشهور با های تیولی که محل کنسرت داره و محل غذاخوری داره. این اینه. اینجا ساختمون شهرداریه که عرض کردم. درست مرکز مارکه. این که بعده که اینجا هم یه اینجا حالت سیتی سنتر فور می دام تاون و مثل جمعه بازار درست کردن چیزای دست دوم تیک و اینا امروز چیزای مختلف اینجا انجام میشه، کنسرت تظاهرات. اینجا میدون اصلی شهر میشه به نوعی. بله فیورالی. اسم میدون چیه گفتین؟ میدون شهرداری. میدون شهرداری توی رشت هم ما داریم. بله اتفاقا این ساختمون هایی که توی میدون شهرداری مختلف ایران هست و ساختمون راهن ساخت دانمارکی هست، برای همین آرشیتکتورش خیلی نزدیکه. دلیلش هم اینه که شرکت کامساکس دانمارک دوره رضاشاه کنترات راهن سراسر ایران رو به این شرکت و ساخت پل ورسک تمام راهن اینا دانمارکی بود. بله دانمارکی. برای همین دانمارکی یک سابقه دیرین در ایران دارن. شیمی دانمارکی رو از همون طریق رئیس این شرکت یک دختری رو استخدام کرد که بچه هاش درس بده. اون دختر شیرینی پخت تو ایران که همون شیرینی دانمارکی امروزه. سه نسل ادامه بده. یا مثلا این مهندس های اسکاندیناوی که اونجا ایران کار میکردن اسکی باز بودن. اول بار چوب اسکی ها بردن رفتن شمشک رو کردنش پیست. این رو دانمارکی ها کردن. یا مثلا ماهی قزلاله ای که در صد کرج هست این رو دانمارکی ها از انبار که بردن پرورش دن. این تیولی ورودی تیولی بسیار عالی. ساختمان فیرک. بله چون اینجا محل دائمی سیرک و اینجوری و همجوری حفظش کردن. بله اون وقت این بر یه کانال آب این بر فتح. بله این کانال ها از تو شهر کوپنهاگ رد میشن دائم. اینا رو کریستیان چهارم حدود 300 سال پیش ساخته. آها. و اینا هم به خنکی و قشنگی شهر کمک میکنه. بعد اون دوره قایقا میتونستن بیان اینجا حمل و نقل رو راحت میکرد. بله. و قبل از اونم خب خندق رو هم قسمت هایش داشت که برایش دفاع از شهر کمک. امروزه فقط بیار عالی. خیلی خوب. ما اومدیم در یه منطقه در دانمارک که قبلا منطقه تجاری بوده الان مجتمع مسکونی شده و امروز یک شنبه و اینجا قهوه خیلی خوب با این کیک اصیل دانمارکی رو برای هر نفر مجانی میدن و حالا تو بله خب نه به حال بگه و این دوستمون هم که میزبان ماست آقا بهرام همینطور این دو چرخه های الکتریک جدید که به عنوان وانت اگاشه که من تو هلند خیلی دیدم و این به به چقدر عالی. خب خدمت دوستمون آقای کوروش خان و خانمشون هستیم. اگر در یک چند جمله کوتاه بخوای دانمارک و عدید یه نفر ایرانی و یه نفر آمریکایی تعریف کنی چی میگی شما؟ دانمارک کشور بسیار مدرن پیشرفته با جمعیت کم و وضع خوب و مردمش بسیار راضی و خوشحال. شما راضی در زندگی اینجا؟ من نه. شما چطور خانم؟ منم همین
خودمون رو دوست داری. بله. آره منم به حرفای کوروش تایید می‌کنم، مثلا اینکه ما بچه‌ها اینجا هستن. این شرایط خوبی داریم، خودمون شکر و استقبال و خیلی عالی. بله. سر. سر. برام شما یه چند جمله خواهش می‌کنم. منم تایید می‌کنم حرفای کوروش رو. درسته، کشور اینطوری است و کوروش درست میگه. منم تایید می‌کنم که خب کشور ماست، محلیه که رشد پیدا کردیم، نشو نما کردیم و تعلق خاطر ما به اونجا. ولی من بسیار راضیم از اینجا و کشوریه که اینجا به من اینجا جوون اومدم، من فرصت سالگیم اومدم، فرصت‌های طلایی به من داده، به من چندین بار فرصت تحصیل به من داده، به فرزندان من اینجا متولد شدن. سرویسی که این کشور به من داده، هزار سال کشور من به هیچ کس شهر یه سوال اگر فردای مدنیت جدیدی بخواد ساخته بشه در ایران، یه تمدن جدیدی و شما سمت و سمتی داشته باشید، هارگرید یه همچین فرصتی رو به بقیه آدم های دنیا در ایران بدید؟ صد درصد. این نهایت وظیفه ما برمان نسلی که در واقع سال 60-1960 بله به دنیا آمدیم بعد از جنگ جهانی دوم. بله دنیا متحول شد، خیلی جا در واقع سوسیالیسم برقرار شد، خیلی جا جنبش های ایپیا و جنبش های آزادی خواهانه مطرح بود. ولی متاسفانه بعد از انقلاب ایران به سمت، یعنی دنیا به سمتی رفت که فاشیزم دوباره و در واقع راسیزم دوباره بازسازی شد و این بازسازی جوری شد که من فکر کنم این بازسازی آخر بود، یعنی تیر خلاصی بود به تاریخ و من اینجوری فکر میکنم، یعنی انقلاب ایران. بله یعنی اینجوری باشه، آخه فقط ایران نبود. نه خب همه با هم دیگه دارن میرن توی اون جایی که باید برن. بله همه با هم دیگه دارن به اتفاق میرن در کوبالدان که یه تمدن جدیدی ساخته بشه. بله البته در... چقدر به عمر ما کفاف نه ممکنه نده، ولی جنریشن بعدی ما این رسالت رو خواهند داشت 100%. اصلا دنیا رو باید، چون دنیا علمیه، دنیایی که جایی برای متافیزیک و نمیدونم خرافات و نمیدونم این و اون و چیزایی، نمیدونم بهشت و جهنم و انسان، نمیدونم یه دفعه از آدم و هوا بود. حالا دیگه شما بودی کجا بگو، شما دیگه هر تقیه اطلاعات. نه خیلی خوب بود، خیلی ممنون، مرسی از شما، ممنونم این محیط گرم. چرا اینجا این چیگو مجانی دارن میدن؟ افتتاحیه، منطقه جدید. این افتتاحیه این کافی شاپ. دارن شاپ میگنن و افتتاحیه. چقدر مؤدب و قشنگ بودن، عالی. ببینم منتظر ازش فیلم بگیری. بگو من نمیدونم چی بگم. شاید نفت فیلم بگیری. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید.